والله بالله که در سرزمین فلسطین تا روزی که در زیر اشغال شما باشد طعم آرامش و آسایش را نخواهید چشید، زیرا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم برای ما بیان می کند که در سوره آل عمران، دوستان عزیز اگر این صفحه رو نشان بدهید، ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا، الله سبحانه و تعالی هر جا که یافته شوند این یهودیان مهر ذلت و خاری را بر آنها زده است. الا بحبل من الله و حبل من الناس، مگر آنکه در پناه امان خدا و امان مردم باشند. تا روز قیامت الله سبحانه و تعالی بر آنها این ذلت و مسکنت و بدبختی و خاری را زده است و این وعده است که الله سبحانه و تعالی می نماید، چه از طرف الله چه از طرف انسانهایی که الله سبحانه و تعالی برای خار و ذلیل کردن اینها مسخر نموده است. و باءوا بغضب من الله، و الله سبحانه و تعالی اینها رو گرفتار خشم و غضب از طرف خود کرده است. و ضربت علیهم المسکنت ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون الانبیاء، به خاطری که آنها آیات الله سبحانه و تعالی را کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون، این به خاطر این است که نافرمانی می‌کردند و تجاوز پیشه بودند. این خصلت یهود است، قتل انسان‌های بیگناه، قتل انسان‌های شریف، انسان‌های خوب. ببینید به پیامبران الهی اینها رحم نکردند، به خاطر همین ذلت و بدبختی و خاری در طول تاریخ تا قیامت بر اینها زده شده است. یعنی این وعده الله سبحانه و تعالی است. در هیچ جای دنیا اینا آرامش ندارن، حتی در همون غربی که از اینها طرفداری میکنن، در اونجا هم اینا در بین مردم، در بین عامه مردم منفور هستن. صهیونیست ها بدانن که فلسطین آزاد خواهد شد، فلسطین آزاد خواهد شد، این وعده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. از همکاری اروپا و آمریکا و غرب و بعضی از کشورهای مسلمان خود فروخته مغرور نباشند، هیچ به درد آنها نخواهد خورد. الله سبحانه و تعالی وقتی این ذلت و بدبختی را نصیب اینها کرده باشد، نه آمریکا میتواند اینها را نجات بدهد، نه غرب، نه شرق، نه این کشورهای اسلامی که پیمانهای ذلت و خاری و بدبختی صلح را با اینها امضا کردند. هیچ کدام از این اتفاقنامه هایی هم که دارن به دردشان نخواهد خورد. والله و بالله منتظر آن روزی هستیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که جنگ بین مسلمانان و بین یهودیان در میگیرد و مسلمانان وارد این سرزمین مقدس میشوند و در آن روز حتی سنگ ها و درختان هم صدا میکنند که ای مسلمان، ای مؤمن، ای مجاهد، بیا که اینجا یهودی در پشت من پنهان شده است. این وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این روز را خواهیم دید ان شاء الله. به صهیونیست ها میگوییم که این سرزمین امانت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است برای ما، سرزمین اسراء و معراج است، سرزمینی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در سفر معراج از مکه مکرمه به بیت المقدس و از آنجا به آسمان هفتم رفتند. این سرزمین برای ما مسلمانان یادگار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. فلسطین
برای ما مسلمانان امانت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه امیر مؤمنان است. فلسطین برای ما امانت صلاح الدین ایوبی است و هزاران و صدها هزار خون پاکی که در این سرزمین برای دفاع از اسلام و مسلمانان ریخته شده است.